نمیدونم حامد شلال، شاکر محمد، ستار جبار، عامر صدار، بعد با اونها جلسه شرعی هم میگذارند که نتیجهش اینه همانا مجاهدین خلق هدف شرعی این جماعت بشوند، که خود این مجاهدین هم شیعه و از رافضی های مشترک هستند، علاوه بر این که با امریکایی های صلیبی هم در قرارگاه اشرف همکاری میکنند. میرسیم به جوان سال 2006، خرداد سال 1385، فردی به نام کمال هادی در خالص مسئول دفتر بدر از مجلس اعلی انقلاب اسلامی، اینها رو اداره و هماهنگ میکند، که نوشته شده در اطلاعات مربوطه تصمیم گیری به لحاظ شرعی توسط حامد شلال انجام شد و شاکر محمد و ستار جبار، لقمان کنعان و دو نفر دیگر از روستای اسفید آماده انجام گردیدند. پس بی خود نبود که این اتهام القاعده در اشرف، همچنان که دوست کربت هم گفت، چرند است و پرند. می رویم در مورد این انفجارات بزرگ بغداد. مقاومت ایران که بارها افشا کرده که پشت این انفجارها کیست، سلاحش از کجا میاد، نه فقط ما، نیروهای ملی عراقی، افراد بی‌طرف حتی